سلام آقا، دنیا با ایران قدرتمند، غربیا با ایران قدرتمند مشکل داره. اصلا ربطی به جمهوری اسلامی نداره. دعوا بر سر ایران قدرتمنده. چیزی که ما میخوایم بگیم، آقا جمهوری اسلامی بهانه است، ایران نشانه است. بارها ما اینو گفتیم خدمت شما دوستان عزیز و خدمت شما عرض خواهم کرد که چرا من دیگر برانداز نیستم، چون میبینم که دعوا از ضدیت به جمهوری اسلامی کشیده شده به دعوا بر سر قدرت ایران، ایران قدرتمند، مشتی وطن فروش خائن. و غربی ها دوستان عزیز، بحثشون اصلا جمهوری اسلامی نیست، وگرنه صفاکتر و بیرمتر از رژیم سعودی است که هنوز مثل قرن اول هجری دارن با شمشیر سر میبزنن. دعوا سر ایران قدرتمند مستقله که خارج از چارچوب نظم لیبرالیستی بلوک اقتدار تشکیل داده. چطور؟ یه نمونش رو عرض میکنم خدمتشون. دمیتری زانچف، سفیر اتحادیه اروپا در فلسطین اشغالی، روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت به نقل از این مقام اتحادیه اروپا نوشته است: اسرائیل و اتحادیه اروپا منافع مشترکی دارند. این سفیر اروپا میگه منافع مشترکی در جلوگیری از قدرت گرفتن بیشتر ایران دارند، نه جمهوری اسلامی. قدرت گرفتن بیشتر ایران، قدرت منطقه‌ای، قدرت هسته‌ای، و اینا از این وحشت دارن. خب واسه یه ملیگرا چرا باید من مخالف قدرت گرفتن بیشتر ایران باشم؟ من منتقد وضعیت موجودم، از فقر و فساد و تبعیضی که تو این کشور هست، از وضعیت معیشت که در این کشور است، اما میبینم چه گرگایی در کمین ایران نشستن. اما چرا دیگه عضوی از اپوزیسیون نیستم، برانداز نیستم؟ حالا اینا مبتنی بر اون عقل و شعورشون رو میگه کافر همه را به کیش خود پندار. نه، خودشون آدم های پولکی دوزاری هن، حالا به پول دادن، حالا به جمهوری اسلامی. این احمقا هنوز نمیدونن که دعوا بر سر ایران قدرتمنده. وقتی که مریم رجوی عجوزه هزار شوهر سال گذشته سخنرانی میکنه، میگه اگر ما نبودیم آخوندها به دریای مدیترانه میرسیدن، یعنی به اروپایا میگه باید ما رو کمک کنیم. ما جلوگیری کردیم از آخوندها که نرسیدن به مدیترانه. دروغ، ما رسیدیم، خوبش هم رسیدیم، هم به مدیترانه، هم سواحل سوریه، هم به سواحل لبنان. لابد منظورش جنوبیش فلسطین اشغالیه، اونجا هم میرسیم انشالله. ولی نگاه کن، نگاه ضد ملی و تن فروشانه این عجوزه هزار شوهر، معصومه کومیکولا، مسیح علی نجات اصطلاحاً، در صحبتهایی که جازهی که توف کرده بودن جلوش این کمیته یهودیان آمریکا، میگه اگر الان جلوی جمهوری اسلامی رو نگیرید، باید بعدن تو اروپا جلوش رو در رو بشید باش. بازم اینجا داره با قدرت ایران مبارزه میکنه. خب واسه یه ملیگرایی مثل من چرا من باید مخالف باشم که ایران روزی برسه تا اروپا؟ وقتی میگم اینا دوچار عقده رژیم چینج شدنه، یعنی اینقدر این عقده توشون زیاد شده که به مرحله ضدیت به ایران رسیدنه. کشورهای غربی و آمریکا هم دشمنیشون از این نوعه که اینا دشمنیشون با ایران قدرتمنده، نه با جمهوری اسلامی. و امروز هر وطن پرستی، مشکلات سر جاش، اعتراضامون هم سر جاش، ولی امروز وظیفه حفظ ایران، نجات ایران. ما با جمهوری اسلامی که علارغمی که علاوه گفتمانی ایدئولوژیک نزدیکی نداریم، نزدیکی آنچه زیادی نداریم با هم، اما ما امروز سر مسئله سرنوشت ایران به هم نزدیک شدیم، پیوند خوردیم جریان ملی با جمهوری اسلامی، که میدونیم این دعوا بر سر ماهیت و سرنوشت ایرانه. دروغ میگن دعوا بر سر جمهوری اسلامیه. و این ملیجک های دوزاری برانداز، اینا هم دشمن ایرانن. جدا از اون جاسوسی هایی که کردن، تاسیسات هسته‌ای رو فاش کردن، رفتن در زمان شاه در کنار صدام قرار گرفتن، نیروهای ایرانی رو مورد حمله قرار میدادن، اونا هیچ. جدا از اینکه رضا پهلوی
خلیج فارس نمیگه امثال به ابراهیم حامدی ها خلیج فارس رو نمیگن، میفروشن، به تمامیت ارضی هم قائل نیستن، مشتی دوزاری پولکی که واسه پول هر خوش رقصیه میکنن، هر جور میخواد سواری میدن به دشمنان ایران. اما تو از این سم میبینی که شما ببینید ما زیر شدیدترین ضربات تحریمی، انسان باید تو نقدش هم اعتراضش هم منصفانه عمل کنه. حالا منکر فساد هم نیستیم، ولی ما زیر شدیدترین ضربات تحریما قرار داریم که هر کشوری میگفت ایران سه ماه دیگه دوام نمیاره، خودشون میگفتن، ترامپ با افتخار میگفت که ایرانی‌ها دو سه ماه دیگه میگه میان با ما مذاکره میکنن. یعنی چی؟ یعنی تسلیم میشن. اونا دنبال مذاکره از نگاه برابر نبودن، که تسلیم شدن بود که بیان بگین آقا ما گوه خوردیم، بیا هر کی میخوای ببر، مثل لیبی، مثل قذافی. ما امروز در صف جمهوری اسلامی هستیم به خاطر نجات ایران، به خاطر اینکه قلبمون واسه کشورمون میزنه، ما کشورمون دوست داریم آقا، نمیخوایم مشتی دوزاری بی شرف بی وطن به اسم نمیدونم دموکراسی که خودشون هیچ قائل به دموکراسی. هر کدوم من میخوایم واسه تو نقد و بررسی میکنم، ببین اینا چه موجوده پست حقیری هن، هر کدومشون یک خودکامه هست اصلا. کشورها غربی هم خب ماهیتشون مشخصه، اونا هم به دنبال بست و سلطه خودشون هن. زورشون میاد که امروز ایران بلوک اقتدار تشکیل داده، از شمال آفریقا میاد تا مرکز آفریقا تا غرب آسیا، امروز زیر تا آمریکای لاتین. ایران امروز نفوذ منطقه‌ای پیدا کرده. اینا دردشون از اینه، اینا با ایران قدرتمند مشکل دارن. جمهوری اسلامی روبناست و امروز ما در کنار جمهوری اسلامی هستیم برای نجات ایران. ما در یک کشتی هستیم، این کشتی در دریای متلاطم، حالا ما با کاپیتان کشتی هم آقا اختلافاتی داریم، دلیل نمیشه ما تو این شرایطی که نمیدونم دریا طوفانیه، یه مش بیشرف هم میخوانی کشتی رو بزنن نابودشون کنن، ما حالا بیافتیم با درگیری ها مثلا قدیمیمون با کاپیتان. اصلا غیر منطقیه، این غیر عقلانیه. امروز هر وطن پرستی اگر عشق به این سرزمین داره، مهر به این سرزمین داره، مثل این دوزاری ها نمیدونم نماد فرور میذاره، از پستی پستر، از مزدوری مزدورتر، از هر خائنی خائنتره. نماد تو قلب، نماد او سردار دلهاست که رفت واسه این کشور، واسه اون راهبردی این کشور تا مدیترانه جانشو داد، اون وطن پرسته، نماشتی چوسکی دوزاری. ما امروز در این خطیم واسه دفاع از کشورمون، چون میدونیم دعوا بر سر ایران قدرتمنده، هم کشورهای غربی هم اپوزیسیون دوزاری، اینا هم دیگه دعواشون ایران نیست، جمهوری اسلامی نیست، اشتباه نکنید دوستان عزیز، اینا دعواشون دیگه با ایرانه. دیگه اینقدر دچار عقده هیستریک شدن که میگن گور بابای ایران، هر چی میخواد بشه، از هر خیانتی، از هر پستی، آمریکا رحم نکن به ایران، بزن در به داغونش کن. مگر نمیگفتن تحریما رو باید فلج کننده تر بزنی؟ مگر همین حالا عزا نگرفتن که ممکنه توافقی بین ایران و آمریکا صورت بگیره؟ دارن مثل قومی کلا و بقیشو دارن بلینکن رو میزنن. اینا از مرحله جمهوری اسلامی گذر کردن، اینا میخوان پدر ملت در بیارن، پدر ایران در بیارن. اینه که ما امروز این صف بندی رو داریم به کوری چشم دشمنان، به کوری این آدمای دوزاری پست که خوشبختانه خیلی واسه ملت ایران دستشون رو شده، ایران عزیز ما به پیش میره مثل بولدوزر، موانع و از سر راه بر میداره. هیچ کشور اروپایی دیگه، آمریکا دیگه، اینا به آفغان رسیدنه، مثل جسی آبکی دیگه در مقابل ایران اینطور شده، دلاوران ما سیلی بهشون میزنن، سیلی آبدار. امروز نمیدونم مسئول هماهنگ کننده اتحادیه اروپا برن میاد تو تهران، بعد از 4 ماه مقاومتی که در مقابل مذاکرات هسته‌ای صورت گرفت، اینا فکر میکردن نمیدونم با قطعنامه حکام و اینا ایران وا میره، اینا دارن میفتن به دست و پای ایران. اینا امروز به ایران احتیاج دارن، به توافق با ایران احتیاج دارن.
اینه که دوستان عزیز، ایران بدطوری درست داره به سمت مسیر درست تاریخ میره. چارنل و شتابان. هیچ موقعی من به اندازه امروز به آینده ایران خوشبین نبودم. حالا شما ممکنه بگید، بعضی ممکنه بگید نه این خوشخیالانه است، ولی من به آینده کشورم، ایرانی قدرتمند، سرفراز، با عزت باور دارم و این ایران من دوست دارم. این چنین ایرانی رو من دوست دارم، نه مشتی دوزاری فلاکت زده که همین حالاشون غیر مستقرن، وای به حال این که قدرت رو به دست بگیرن، همین حالاش دوزاری وطن فروشن، وای به حال این که قدرت رو به دست بگیرن. من این ایران رو دوست دارم به کوری چشم شماها، اونایی که نمیتونن ببینن، برن گمشن، دورشن، هلاکشن. ایران داره به سمت فر و شکوه میره. سپاس از مهرتان. پیروز باشید.